امروز میخواییم با همدیگه کیک تولد بسیار خوشمزه درست کنیم. در انتهای ویدیو با من همراه باشین. اول از همه کیک شیفون رو درست میکنیم که ویدیوی کیک شیفون رو از این قسمت بالا میتونیم ببینید. بهتره که کیک رو از شب قبل آماده کنین و بذارین. اول اون قسمتی که میخواییم برش بزنیم و علامت میذاریم و بعد شروع به بریدن میکنیم. لایه اول کیک رو بر میداریم و لایه دوم رو هم به همین ترتیبی که داریم میبینین شروع به برش میکنیم. اگه کیکتون ارتفاع کمتری داره فقط میتونین یه برش بزنین، ولی چون کیک من ارتفاعش بلندتر بود من دوتا برش زدم. خامه قنادی رو میذاریم توی محیط آشپزخونه بمونه تا یک کم شل بشه و بعد با همزن برقی شروع به فرم دادن میکنیم. اولش این حالت مایع به خودش میگیره، ولی ما به هم زدن ادامه میدیم تا کاملا فرم بگیره و این دونه های یخی که میبینین داخل خامه کاملا باید آب بشه و در نهایت خامه ما باید این حالتی فرم بگیره. و همین که همزن رو فقط باید در یک جهت حرکت بدیم. من نصف خامه رو فرم دادم چون هم آسون تره و هم سریع تر فرم میگیره و نصفه بعدی رو بعدش فرم دادم. روی کیک رو با کمی شیر مرطوب میکنیم و از خامه روی کیک پایپ میکنیم. بدون قیف هم میتونین این کار رو با یه دونه قاشق انجام بدین. اگه طرفدار کیک شکلاتی خامه‌ای هستین این ویدیوی بالا رو حتما ببینین. حالا با استفاده از یه پالت یا یه قاشق خامه رو تا جایی که میتونیم روی سطح کیک صاف و یک نواخت پخش میکنیم. بعد صاف کردن خامه دور کیک رو یه دور با خامه خط میکشیم. و بعد اون فیلینگ دلخواهمون رو می‌ریزیم. من از گردو استفاده کردم. میتونین از موز، شکلات، کارامل یا هر چیز دیگه که دوست دارین استفاده کنین. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی لایک کردنم یادت نره. لایه دوم کیک رو برمی‌داریم، یکم بهش خامه می‌زنیم تا به لایه اول بچسبه و بعد روی کیک می‌ذاریم. حالا دوباره کیک رو با یکم شیر مرطوب میکنیم و خامه میزنیم و همون مراحل قبلی رو تکرار میکنیم. به جای شیر میتونین از شیر کاکائو یا شیر قهوه هم واسه مرطوب کردن کیک استفاده کنین. حالا دوباره خامه رو صاف میکنیم و بعد نگاه میکنیم اگه جایی از کیک فرو رفتگی داشته باشه اون قسمت ها رو با یکم خامه پر میکنیم تا اون سطح کیک ما صاف و یک دست بشه. خب حالا که سطح کیک ما صاف شد دوباره با خامه دور کیک خط میندازیم و بعد اون فیلینگ دلخواهمون رو میریزیم. من واسه این لایه از شکلات استفاده کردم. شما میتونین همون فیلینگ لایه قبلیتون رو هم بریزیم. آخرین لایه کیک رو هم میذاریم و یک کوچولو فشار میدیم تا به هم دیگه بچسبن. حالا روی کیک خامه میزنیم و دوباره شروع به صاف کردن میکنیم. تا جایی که میتونیم روی سطح کیک رو صاف میکنیم. وقتی که داریم روی سطح کیک رو صاف میکنیم اگه قسمتی خامه بیشتری داشته باشه سعی کنیم که از اونجا برداریم و به جاهای خامه بزنیم که کم ارتفاع تر باشه تا اون سطح کیک ما صاف و یک دست بشه. کناره هاش رو هم صاف میکنیم. دور کیک رو هم با قیف کاملا با خامه کاور میکنیم و بعد با پالت یا یک کاردک شروع به صاف کردن میکنیم. اگه بخواین که کیکتون کامل با خامه کاور بشه، یعنی هیچ تیکه از کیک دیده نشه، باید خامه بیشتری استفاده کنین، ولی من چون کم خامه تر دوست دارم یکم خامه را کم تر ریختم. حالا به همین حالتی که دارین میبینین دور کیک رو کاملا خامه کشی میکنیم و تا جایی که میتونیم صاف و یک دست این کار را انجام میدیم. در حین خامه کشی اگه دیدیم که جایی از کیک خیلی بیشتر معلوم میشه دوباره یک کم خامه بهش میزنیم و شروع به صاف کردن میکنیم. اگه پالت در اختیارتون نیست میتونین از یک کاردک یا حتی کارت اعتباری که تمیز باشه واسه یک خامه کشی دور کیک استفاده کنین. حالا خامه های اضافی پایین کیک رو بر میداریم، پالت رو تمیز میکنیم، یه لیوان آب میگیریم کنارمون و بعد پالت رو خیس میکنیم و روی کیک میکشیم. این کار باعث میشه که کیک صافتر و اون حباب هایی که وجود داره از بین بره، همین که کیک ما براق‌تر میشه. تقریبا 150 گرم از خامه رو میذاریم کنار، یک کم بهش رنگ سبز اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. البته این قسمت واسه تزیین کیکه و شما میتونین هر تزیینی که دلتون خواست رو انجام بدین. خامه رو داخل قیف میریزیم و به همین شکلی که دارین میبینین دایره وار روزت میزنیم.
و بعد با ماسوره ستاره‌ای بین روزت ها رو پر می‌کنیم. من دو تا ماسوره استفاده کردم که مدلشون رو توی دیسکریپشن واسهتون می‌نویسم. حالا من سعی کردم که این کیکم یه حالت کریسمسی به خودش بگیره. شما میتونین از رنگ‌های مختلف و ماسوره‌های متفاوت هم استفاده کنین. دیواره های کیک رو هم با همون ماسوره ستاره‌ای طرح درخت کاج زدم و بعد پایینشون یه تیکه چوب شور گذاشتم. در آخر روی کیک رو با کمی مروارید طلایی و ترافل های رنگی تزیین کردم. دوستای عزیزم، دوستانی که من چنو ویدیوهای واسهتون توی کانال بذارم، خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها واسم بنویسین. اگه این کیک تولد رو درست کردین، عکسش رو حتما واسم بفرستین تا من تو قسمت کامیونیتی کانال واسهتون بذارم. وقتی که تزیین کیک تموم شد، چند ساعت یا در بهترین حالت یک شب میذاریم که داخل یخچال بمونه. تا پره تولدت مبارک رو هم میذاریم و کیک ما آماده است. اینم از یک کیک تولد بسیار خوشمزه با تزیین کریسمسی. امیدوارم دوست داشته باشین و لذت برده باشین. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. واسه دیدن آموزش‌های بیشتر کانال منو حتما سابسکرایب کنین و روشن کردن زنگوله هم یادتون نره. خیلی دوستتون دارم.